خب به نام خدا. جلسه هفتم درس ریاضی یک تو فصل فضای متریک هستیم. فضاهای متریک همونجور که میدیدید زوج مرتب ام و دی رو میگفتیم یک فضای متریک، برای این یک مجموع ناتویی باشه، یه تابعی باشه از ام زردن ام به توی بازی و از صفر بازی به نهایت. دوست شرط صفر میکرد یک دی ایکس و وای صفر اگر و تنها اگر ایکس مساوی با وای باشه، دو دی ایکس و وای مساوی دی وای و ایکس، و بالاخره سوم نامساوی مسلط دی ایکس و وای پشت هم مساوی دی ایکس و زد به اضافه دی زد و وای. اگر دی در ایسه خاصیت سر کنیم بشه میگفتیم یک متر، و مجموعه ام و دی رو بشه میگفتیم فضای متریک. و اگر یادتون باشه گفتیم که به این میگیم یکی تعمیمی از عدد حقیقی فقط از دیدگاه فاصله. این مجموعه هایی هستن که توش فاصله معنا دارن در واقع فضاهای متریک. خب در جلسه گذشته موفق شدیم گویه‌ها رو تعریف کنیم. گویه به مرکز مثلا آ و شعاع آ رو تعریف کنیم مجموع همه ایکس های متعلق به ام، به طوری که دی ایکس و آ بیشتر از سی باشه آر باشه. گفتیم همسایگی یا گویی به مرکز آ و شعاع آر میشه، و در واقع زیر مجموعه های باز رو تعریف کردیم اوپن سابست، زیر مجموعه های باز بسته نقطه حدی و نقطه درونی هم که امروز تعریف میکنم. خب گفتیم که زیر مجموعه باز تعریف کردیم، زیر مجموعه او از در واقع ایپس یا ام رو بهش میگیم اوپن یا باز. هرگاه بنزه هر ایکس متعلق به او وجود داشته باشد یا آن را مصفر که همسایگی مرکز ایکس و شای آن کاملا زیر مجموعه چی باشه؟ او باشه. یعنی هر نقطهش همسایگی داشته باشه، کاملا همسایگی داخلش قرار بگیره، او قرار بگیره. و گفتیم زیر مجموعه مثلا آ از ام رو میگیم بسته یا کلوزد یا بسته. هرگاه آ کامپلیمنت چی باشه؟ باز باشه. آ کامپلیمنت باز باشه یعنی آ بسته است. این تعریف در واقع مجموعه بسته است که اتفاق میفته. و نقطه حدی تعریف کردیم، نقطه حدی یا انباشتگی هم میگن، انباشتگی در کتاب مختلف مختلف نوتیشن های مختلف استفاده میکنن. گفتیم اگر یه فضای متریک داشته باشیم مثل ام و دی و آ زیر مجموعه ام باشن، نقطه ایکس متعلق به ام را نقطه حدی آ گویم. لطفا توجه کنید یک نقطه در فضای بالاتر میشه یه نقطه، یه نقطه حدی در زیر مجموعه آ. هر همسایگی آ، آ رو در نقطه بجز خودش قطع کنه، یعنی هر گاه به ازای هر آر مثبت n x و آ باشید، n x و آر وقتی میگیم به ازای هر آر مثبت، یعنی هر همسایگی مرکز x جای آر به شعاع اشتراکش با آی نهایی ایکس مخالف توی باشن. ببینید نقطه حدی به عنوان مثال مثلا تو فضای آر دو میشه نشون بدید که مجموعه اون رو تعریف کنید، مجموعه ایکس و ایگرگ هایی که ایگرگ بزرگتر از صفره، ایگرگ مثبته، این مجموعه بازه، دیگه زیر مجموعه باز آر دو است. لطفا اگه شکش هم بکشیم با هم دیگه، این در واقع فضای آردوه، همه زوجه مرتبی که وایشون مثبته رو به بالا، این محور هم نیست، یعنی محور در واقع حقیقی هم نیستش. شما هر نقطه اینجا در نظر بگیرید، فاصله نقطه از محور ایسا اختیار کنید، ببینید اگه خواستید مثلا حل کنید که ایسا عمل کنید، مثلا میخواید ثابت کنید بازه، برای باز بودن نقطه آ و بی رو متعلق به او اختیار میکنیم. یه مثال از
زیر مجموعی باز از باز. خب یه نقطه آبی با اختیار میکنن خور مجموعات که ایوایشون مثبته در واقع نیم صفحه بالایی بجز محور. خب حالا وقتی آبی متعلق به او باشن بی مثبته، درسته؟ یه فاصله شما بی دارد با محور چی؟ ایکس ها. این فاصله میشه قدر مطلق، چون مثبته خب مشخصه. گویی به مرکز در واقع بی و شوای بی دوم در نظر بگیر. این فاصله اختیار میکنه بی همسایگی اینجا اول نمیکنه ایکس کجا باشه پایین، بعد فاصله که پایین مهمه همسایگی به مرکز این و شوایی میزنی اینجا در واقع. خب این اشتراکش با چی؟ اشتراکش در دقیقاً زیر مجموعه او میشه. زیر مجموعه چی هستش؟ او هست. چرا؟ چون وقتی شما همسایگی رو می‌نویسی تمام ایکس و ایگرگ‌هایی که اختیار می‌کنی میشون مثبته. ببین وقتی شما ایکس و ایگرگ رو متعلق به ان بی و بی دوم می‌گیری چه رابطی داشت داری؟ من همسایگی رو بد نوشتم، درسته؟ وی به مرکز مرکزش استفاده کرد، همسایگی به مرکز آ و بی و شعای پی دوم اختیار کرد. خب بس چی داشته باشیم؟ بعد از اون رادیکال ایکس منهای آ به توان دو علاوه وای منهای بی به توان دو این پشتر مساوی پی دوم داشت. ایکس منهای آ به توان دو به وای منهای بی به توان دو چه هست؟ پی دوم. توان دو بدستیم این رابطه رو، حالا مثلا عبارت رو که میبینیم میشه در واقع x منهای a به توان دو به علاوه y منهای b به توان دو مساوی است با b دو چندم کوشتر مساوی b دو چهارم. خب در اینجا قرار داریم دیگه. خب حالا اون چی که اتفاق میفته این رابطه بس بی دو چهارم وای نهای بی تراکیسه بس مطلب وای نهای بی قدران کمش بس بی دو اون وای نهای بی بی دو بی دو اون هم قسمت اول که اینجا هستیم تو نتیجه بگیریم که قدر مطلق وای منهای بی کوچکتر از دست بی دوم. چرا؟ وقتی مجموعش توانش کوچکتر از این میشه این هست رادیکال وای منهای بی به توان دو. تو کامل تطبیق بسن میشین رادیکال وای منهای بی به توان دو این کوچکتر مساوی رادیکال ایکس منهای آ به توان دو به علاوه وای منهای بی به توان دو. این هم کوچکتر از چقدر بود؟ بی دوم بود. پس این کوچکتر از بی دوم، این خودش چی هستش؟ قدر مطلق وای منهای بی کوچکتر از بی دوم میشه. نتیجه میگیرن از دو تا از قدر وای منهای بی کوچکتر از بی دوم، یعنی وای منهای بی بین بی دوم هست و منهای بی دوم. خب اگر ادامهش رو اینجا با هم دنبال کنیم به این صورت خواهد شد، میشه وای بین سری دوم و بزرگتر از دست بی دوم. خب بی چی بوده؟ بی مثبت بود اگه دقت کنید. پس این هم چی؟ مثبت. پس هر نقطه‌ای که متعلق به همسایگی میگیرم وایش مثبته، وای بزرگتر از صفره. برای این همسایگی کلا تو کجاست؟ تو این صفحه بالایی یعنی زیر مجموعه او. پس او باز است، یعنی او باز است. مثالی از بس که بکنید برای باز بودن باید ثابت کنیم هر نقطه در واقع اون مجموعه یه همسایگی هولش هست که داخل داشتی هستش داخل قربان. یه دیل در واقع لینک بزن به یه تعریفی به نام نقطه درونی، نقطه درونی به این صورت فرض کنیم ام و دی فضای متریک و او زیر مجموعی چی باشه؟ او زیر مجموعی او زیر مجموعی ام باشه. نقطه ایکس متعلق به او را
نقطه درونی او گویند هرگاه. پس من با این تعریف دو تا در واقع دو نقطه به شما رو بازسازی کردم. یکی نقطه درونی میشه، نقطه حدی میشه. لطفاً توجه کنید، نقطه درونی او گویند هرگاه وجود داشته باشد یه آر مثبت همسایگی به مرکز چی بود؟ X و شما آر زیر مجموعه چی باشه؟ او باشه. پس اگه شما یه مجموعه داشته باشید توی فضایی، فضایی متری که M هستش و D، یه زیر مجموعه اختیار کنید، حالا به هر صورتی که اختیار کنید زیر مجموعه او. خب یه نقطه تو در نظر بگیرید مثل X، میگه اگه همسایگی رول X باشد، یه دونه همسایگی که تو او بیفته، به این نقطه صرف میگن نقطه X، میگن نقطه درونی. اینجا نقطه چی؟ درونی. Interior point. Interior point. نقطه درونی. حالا در مقابل این میگه نقطه رو میگیم حدی در مقابلش کنه. حالا تعریف دیگه داریم. نقطه دیگه رو میگیم نقطه در حدی این قرب. حالا مثلا Y بذاریم رو. Y رو میگیم نقطه حدی. نقطه حدی یا انباشتگی که گفتیم چی؟ هر همسایگی به مرکز وای آر رو در نقطه بجز خودش قطع کنه. پس یه درونی داریم، یه نقطه همسایگی از داخل اون هستش، یه نقطه حدی انباشتگی داریم. خب میشه ثابت کرد تمرین هر نقطه درونی یک نقطه حدی است. دو تا مجموعه تعریف میکنن در رابطه با نقاط درونی نقطه حدی. بس اگر X و D فضای متریک باشد، فضای متریک باشه و مثلا A زیر مجموعه X قرار بگیره، برای A دو تا زیر و دو تا نسبت به A دو تا مجموعه تعریف میکنن، یکیش به نام آپریم، یکیش به نام آدرین. خب یه آفرین تعریف میکنن مساوی مجموع همه x های متعلق به x، به طوری که x نقطه حدی A است. پس همه نقاط حدی یا انباشتگی، لطفاً توجه کنید، بعضی ها میگن انباشتگی، بعضی میگن نقطه حدی و انباشتگی، ما یکی گرفتیم، لطفاً به این توجه کنید. مجموع نقاط انباشتگی مجموع A رو با آفرین نشون میدن، لطفاً توجه کنید. آپریم لزوماً با آن نباید اختباری داشته باشد. آپریم میتونه زیر آ باشه، میتونه اشتراکی باشه، نازشه میتونه اشتراک هم باشه داشته باشه. اما در مقابل این هیچی تعریف رو برنم آ درون باشه، مثل همه آهای متعلق به آ، به طوری که آ نقطه درونی است. لطفاً توجه کنید تعریف هایی که میکنیم به طور منطقی تعریف شده و فقط شما دیگه رو با کمک همون تعریف چکش کنید. آ نقطه درونی است، یعنی یه همسایگی حول آ هست که کاملا توی مجموعه آ قرار گرفته. نقطه انباشتگی حدی، هر همسایگی به مرکز X در واقع آ رو بجز نقطه X در مرکز قطع میکنه. پس ما یه آپری داریم، یه آ درون داریم که همیشه آ درون زیر مجموعه آ هستش، چون از عناصر آ اختیار میشه. و بستار تعریف میکنن به مجموعه، این هم حتما دقت کنید. تعریف بعدی بستار یک مجموعه است. بستار یک مجموعه در فضای متریک. فرض کنیم باز X و D فضای متریک باشه، فضای متریک باشه و F زیر مجموعه از X باشه. بستار F را با F بار نمایش داده و به صورت زیر تعریف می کنیم. F بار مساوی است F اجتماعش با F در F پریم، یعنی مجموع نقاط انباشتگی یا حدی یک مجموعه را به رو خود مجموعه بریزیم، مجموعه به نام F بار داره چه به نام در واقع F بار یا بستار مجموعه. کلوژر هم میگن بهش کلوژر. اون چیزی که ما دنبالش هستیم توی
در واقع آنالیز ریاضی فضاهای متریک شناسایی زیر مجموعه باز، بسته، نقاط در انباشتگی، نقاط حدی، بستار یک مجموعه و درون یک مجموعه رو فقط توجه کنید که میشه ثابت کرد بستار یک مجموعه چیه؟ زیر مجموعه بسته است، همواره بسته است در واقع، یا به عبارتی کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل F هستش و درون رو میتونیم بگیم حتما میشه مجموعه باز هستش درون یک مجموعه و بزرگترین دیگه مجموعه باز داخل یک مجموعه. پس دو تا حکم میتونم پیاده کنم در واقع لب در فضای متریک X و D داریم یک F بار همواره بسته است و بزرگ کوچکترین زیر مجموعه چیه؟ بسته شامل F می باشد. این در واقع بخش اول لبمون هست. بخش دوم F درون همواره باز است و بزرگترین زیر مجموعه باز داخل F می باشد. بذاریم که با هم دیگه چک کنیم هم به فهم در واقع فضاهای متریک و فضاهای زیر مجموعه باز و بسته کمک میکنه و هم خب یک در واقع نتیجه است راجع به مجموعه باز و بسته. اول راجع به F بار صحبت کنیم. در واقع باید بگیم که F بار کامپلیمنتش بازه. اثبات برای اثبات بخش یک کافیست نشان دهیم در واقع کافیست نشان دهیم F بار کامپلیمنت باز است. F بار کامپلیمنت باز است. خب F بار کامپلیمنت رو شما تعریف میکنید چی؟ F بار بوده است F اجتماعش با F پریم نتیجه بگیریم F بار کامپلیمنت میشهد F کامپلیمنت اشتراکش با F پریم کامپلیمنت. F کامپلیمنت اشتراکش با F پریم کامپلیمنت. خب این نقطه متعلق به چی در نظر بگیریم؟ متعلق به F بار کامپلیمنت بگید ایکس رو متعلق به F بار کامپلیمنت اختیار می کنید. پس ایکس بنابر تعریف ایکس متعلق به F کامپلیمنت هستش و ایکس متعلق است به F پریم کامپلیمنت. پس طبق رابطه بالا بنابر رابطه قبل رابطه بالا اینجا داریم که وقتی ایکس متعلق می باشه توی اشتراک هم در اولیه هم دوم. خب ایکس متعلق است به اف پریم اف پریم کامپلیمنت یعنی چی؟ یعنی اف پریم چی بود؟ مجموع نقاط حدی یا انباشتگی اف بود. کامپلیمنت یعنی نقطه انباشتگی نیست. پس ایکس نقطه انباشتگی چی؟ اف نیست. از طرف قسمت اول چون ایکس متعلق است به اف کامپلیمنت X متعلق به F هم نیست. هم نیست در F نیست، هم نقطه انباشتگی نیست. نقطه انباشتگی چی بود؟ هر همسایگی X میبایست F رو قطع میکرد در نقطه بجز خودش. وقتی X نقطه انباشتگی نیست یعنی همسایگی به مرکز X وجود دارد طبق تعریف همسایگی از X وجود دارد که F را حد اکثر در مرکز قطع می کند. ریاضی ما بنویسم وجود دارد آر مثبتی که همسایگی به مرکز X و شعاع آر اشتراکش با F زیر مجموعه تک نقطه X. ببینید ما گفتیم چی؟ نقطه انباشتگی نقطه ایست که هر همسایگی F رو در نقطه بجز مرکز قطع میکنه. حالا X نقطه انباشتگی نیست یعنی چی؟ یعنی یه همسایگی از این F هست که
این همسایگی اشتراکش باید میشه حد اکثر بین یا توهیه یا فقط تو مرکز قطع بکنه. x کجا بود؟ تو f هم نیست. f x داخل f نباشه و داریم x متعلق به f نیست. پس این اشتراک تو تک نقطه x است. x هم داخل f نیست، پس قطعا اشتراک توهیه. نتیجه میگیریم که چی؟ n x و r اشتراکش با f مساوی با توهیه. n x و r اشتراکش با f مساوی با چیه؟ توهیه. خب از بخش اول، یعنی وقتی یه همسایگی پیدا کردن اشتراکش با f میشه توهی، نتیجه میگیرم که n x و r به طور کامل داخل f کامپلیمنت. اگر ثابت کنم نقاط این قطعا هیچ نقطه حدی توی نداره f، این همسایگی کاملا توی f کامپلیمنت هم قرار میگیره. پس اینجا توی این، پس یه همسایگی پیدا کردم توی f بار کامپلیمنت، f بار کامپلیمنت میشود باز، پس f کامپلیمنت f بار خودش بسته است. خب این از این، این نقطه اول بزنیم. یک، دو، هر نقطه از n x و r نقطه حدی f نیست. چرا؟ هر نقطه از n x و r نقطه حدی f نیست. خب اگه اینجور باشه، خب شما چی داشتید؟ این خودش مجموعه بازه، گوش بدید، خودش مجموعه بازه. هر نقطه یه نقطه توی این در نظر بگیرید، یه ببینید اینجوری دیگه nx و r، یه من نقطه توی x و nx و r در نظر بگیرم به نام r، آنگاه وجود دارد یه اپسیلون مثبت همسایگی به مرکز r باشه. اپسیلون تو کجاست؟ تو r، توی nx و r دیگه، توی nx و r هستش. خب n اپسیلون nx و r توی f کامپلیمنت زیر مجموعه چی هستش؟ f کامپلیمنت میشه. پس n a اپسیلون اشتراکش با f میشود توهی. نتیجتا a متعلق به f کامپلیمنت f پریم نیست، این a نقطه حدی نیست، چون همسایگی پیدا کرده شده بالا شده توهی، a نقطه حدی نیست. نتیجه a کجا میشه؟ a متعلق میشه به f پریم کامپلیمنت. a را کجا رفتم؟ تو همسایگی گرفتم. نتیجه میگیرم، نتیجه دوم، a بلاشید n x و r زیر مجموعه f complete f prime complement. این یه دو، این هم یک. n x و r توی f complement، توی f prime complement هم هست. طبق تعریف تو اولی تو دوم باشه، تو اجتماعشون هم، تو اشتراکشون هم هست. بعد یک و دو نتیجه میگیرم n x و r زیر مجموعه چی؟ f کامپلیمنت اشتراکش با f پریم کامپلیمنت هست. پس n x و r برابر این رابطه زیر مجموعه f بار کامپلیمنت هست. خب یه نقطه ما چیکار کردیم؟ از اول یه نقطه گرفتیم تو کجا؟ دوباره یه مشخص کنم داستان اینجوری بود. از اول یه نقطه گرفتیم تو f بار کامپلیمنت. چی ثابت کردم؟ هم وجود دارد یک آر مثبت که همسایگی مرکز x و r توی f بار کامپلیمنته. و اگر نقطه یه همسایگی هولش باشه، کل همسایگی تو مجموعه بشه، اون مجموعه میشه باز، یعنی f بار کامپلیمنت باز است. f بار کامپلیمنت باز باشه، یعنی f بار چیه؟ بسته است. پس f بار بسته است. قسمت اول بسته اون ثابت شد که بستار یک مجموعه در همیشه بسته است. یعنی اگر یه مجموعه نقاط حدیش هم اضافه کنید، میشه این مجموعه بسته. اما ما یه چیزی هم استدلال کرده بودیم. اون چی بود؟ اون این بود که در واقع این زیر مجموعه کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل چی هست؟ F. نکته بعدی چی بود؟ F بار کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل F می باشد. چیکار کنیم؟
ما بگیم اگر یه مجموعه بسته دیگه وجود داشت F توش بود F کامپلیمنت بزنم توشه. خب برای منظور بدیم منظور فرض کنیم C زیر مجموعه X درسته؟ و فرض کنیم X زیر مجموعه C بسته و F هم زیر مجموعه C باشد. ببینید یه زیر مجموعه دیگه پیدا شد در نظر گرفتم فرض کردم که شامل F بسته هم بسته. اگر F بار بخواد کوچکترین اینها باشه F بار باید تو C قرار بگیره. نشان میدهم نشان میدهیم F بار زیر مجموعه چیه؟ C هست. اگر ثابت کنم حکم تموم میشه، یعنی F بار میشه کوچکتر. خب بخاطر این ثابت کنم اینو، خب من چی نظر میگیرم؟ میخوام بگم F بار، F بار چی بوده؟ F بار بوده F اجتماعش با F پریم. درسته؟ F اجتماعش با F پریم. خب یه نقطه متعلق به F بار در نظر بگیریم. خب یه نقطه متعلق به F بار در نظر بگیریم، ثابت کنیم F متعلق به چیه؟ به C. یا یه نقطه بگیم تو F بار نباشه، بگیم تو C هم نیست. نیزه میشه، ولی خب البته اون مقدار اثباتش سخت‌تره و کادر اصلا نباشن اونایی که توی F بار نباشن، امکان داره توی سی بار هم توی جی بار باشن، اون میشه بحث کرده توش. خب F از F اجتماعش با F پریم، F داخل Cه، من باید بگم F پریم توی Cه. خب پس X رو متعلق به F پریم می ببین، اگه بخوایی بگی زیر مجموعه Cه F که توی C هست، باید بگیم F پریم توی Cه. X رو متعلق به F پریم منظور میکنیم، در نظر بگیم. خب X چیه؟ X نقطه حدی است. X نقطه حدی یا انباشتگی است. انباشتگی است. تعریفش چی بود؟ به ازای هر اپسیلون مثبت N X و R اشتراکش با F منهای X چی میشه؟ مخالف توری میشه. درسته دیگه نه؟ خب اینجا احتمال داره گیر کنیم. چرا؟ هر همسایگی اشتراکش با F من هایی مخالف تویی. درسته؟ از این از چی میگیریم که همسایگی C رو در نقطه بجز خودش قطع میکنه، یعنی X نقطه حدی C میشه. X نقطه حدی C باشد، چرا در واقع X متعلق به Cه؟ هنو که نگفتیم که مجموعه های بسته با بستارشون برابره، بعد از این قضیه است که ثابت میشه مجموعه بسته با هم برابره. ببینید یه بار توضیح بدم، از این نتیجه میگیرید که شما از این نتیجه میگیریم که وقتی هر همسایگی خود در نقطه بجز مرکز قطع میکنه، X آنگاه N X و R اشتراکش با F من های X، این شامل یه دیر مجموعه N X و R اشتراکش با C من های تک نقطه X. چرا؟ میگه F زیر مجموعه C نیست، این هم که با این مساویه، پس این میشه مخالف توهی بود. پس نتیجه میگیریم N X و R اشتراکش با C من های X چیه؟ مخالف توهی است، یعنی X متعلق است به C. X نقطه حدی چیه؟ C. آیا X نقطه حدی C باشد X متعلق به C؟ حالا که ثابت نکردیم، چون ما بعد از این قضیه ثابت میکنیم F بسته است، اگر و تنها اگر F مساوی با F بسته بشه. بعد از این قضیه باید ثابت کنیم. پس بنابراین اجازه بدید ما از این روش نریم، یعنی این روش جواب نمیده. من جواب کنار این درسته ها تا اینجاست، ولی هنوز از این استفاده نمیتونم بکنم برای من در. یه کار دیگه بکنم برای که شما بدید F بازی مجموعی در واقع اسمش چیه؟ C هستش. بگیم F کامپلیمنت به F بار. ببین میخوایم صاحب حکمه F بار زیر مجموعه C. این با قادر با چیه؟ بگیم C کامپلیمنت زیر مجموعه F بار کامپلیمنت. اگه نبگیم باز مسئله ثابته. چرا؟ چون عکس و نقیض این میشه. خب X متعلق به بدیم منظور
ایکس رو متعلق به سی کامپلیمنت اختیار میکنیم. آقا سی بسته است، اینو میدونیم سی بسته است. پس طبق تعریف زیر مجموعی که بسته باشه است و تمامش چیه؟ باز است. درسته؟ بازه. ایکس متعلق به چی گرفتم؟ اسمش سی کامپلیمنت گرفتم. پس وجود دارد آر مثبتی که همسایگی به مرکز ایکس شو آر کلن داخل چی قرار میگیره؟ سی کامپلیمنت، چون سی باز بود. وقتی گوی به مرکز ایکس شو کامپلیمنت باشد، این همسایگی سی رو قطع نمی کنه. نتیجه میگیریم N X و R اشتراکش با C مخالف مساوی با تو میگیریم. یه مجموعه داخل کامپلیمنت باشد قطعا خود مجموعه رو قطع نمی کنه، مساوی با تو میگیریم. خب F چی بوده؟ F زیر مجموعه C میگه نبود، چون F زیر مجموعه C بود N X و R اشتراکش با F مساوی با توی. وقتی با مجموع بزرگتر اشتراک نداشت باشه، با کوچیکتر هم اشتراک نداره دیگه. پس این X اشتراکش با F مساوی با توی. نتیجه X متعلق به F پریم نیست. X تو F نیست، توی F پریم نیست، تو اجتماع هم نیست. نتیجه میگیریم X متعلق نیست به F، اجتماع F پریم این هم مساوی است با F بار. چیکار کردم؟ X متعلق به F کامپلیمنت گرفتن، X متعلق به F بار نیست. دقیق تر بخوام بنویسم، X متعلق به F بار نیست، یعنی X اینجا نوشتیم پایین، X متعلق به F پریم نیست و X متعلق به F هفت نیست. X متعلق نیست به F پریم، اشتباهش با F. X متعلق نیست به F بار، پس X متعلق است به F بار کامپلیمنت. هرچی در مجموع نباشد در کامپلیمنت هست. اینجا X اینجا شروع شد، X متعلق به F کامپلیمنت، C کامپلیمنت، X متعلق است به F بار کامپلیمنت، یعنی C کامپلیمنت زیر مجموعه F بار کامپلیمنت. عکس نفیز میگوید F بار زیر مجموعه C. نتیجه بستار یک مجموع بسته است و بسته کوچکترین زیر مجموعه شامل اون مجموعه است. این اول نتیجه که گرفتیم. اما در بخش دوم تو باز بودن، یعنی درون راجب درون صحبت کنیم، این درون چه اطلاعاتی به ما خواهد داد. اما در اون درون یک مجموعه میخوام ثابت کنم درون اولا بازه، در ثانی بزرگترین زیر مجموعه باز داخل اون مجموعه. خب برای باز بودن ثابت کافی ثابت تو هر نقطه‌اش نقطه درونی دیگه. فقط ما مجبوریم که از چی؟ از تعریف استفاده کنیم برای پیشرفت برنامه‌مون. خب چیکار کردیم؟ اف درون x رو متعلق به اف درون بگیرید. خب چه نتیجه بگیریم؟ یعنی بگیم وجود دارد یه ایکسی، وجود یه آر مثبتی وجود داره همسایگی به مرکز ایکس و شعر آر زیر مجموعی چی هستش؟ F. تعریف درون چی بود؟ مجموعی همه نقاط درونی. نقطه درونی چی بود؟ نقطه رو گفتیم درونی که همسایگی باشد که به طور کامل تو مجموعه باشد. خب ببینید اگه یه همسایگی داشته باشیم که به طور کامل تو F باشد، من میخوام ثابت کنم این همسایگی تو F درونه، خود این همسایگی. اگه یه همسایگی تو F برمون باشه، یه همسایگی پیدا کنم به افتر افتر روش باز دیگه. خب کافیست ثابت کنیم N X و R زیر مجموعه افترون هست. کافیست ثابت کنیم F درون چیه؟ زیر مجموعه در واقع افترون. خب به این منظور چی رو متعلق به چی بگید؟ N X رو R بگید. درسته؟ چی رو متعلق به X و R بگید؟ خب اون موقع همسایگی به مرکز T و شعاع اپسیلون، اپسیلون بگیریم توی این همسایگی، این چی هسته؟ این X، این R. درسته؟ F اون هم چیه؟ مثلا فرض کنید F اینه، این F. درسته؟ یه همسایگی پیدا کردن به مرکز X شعاع R داخل F قرار گرفته، یه تی توی همسایگی گرفتن،
این فاصله اش چقدره؟ دیه تی دیه تی بر ایکس. این فاصله اش چقدره؟ کلش آره. این ازش در بیاریم که آره بنهای دیه تی و ایکس. این هم برای کنون قسمت، برای این قسمت که بخوام با رنگ دیگه نشونش بدم، این قسمت، این قسمت هم میشه میشه آره منهای، این کلش آره، این میشه آره منهای دیه تی ایکس، این هم که فاصلش میشه دیه تی ایکس. پس تو قسمت تو رو خواهد اختیار کنید توی قسمت. من چکار میکنم؟ مینیموم رو داره اختیار میکنم، نصفش همسایه میگم قراری کار کردیم به مینیموم چی؟ یک دوم مینیموم بذار خامل تر نیستیم اینجور بذار بهتر n t و اپسیلون خب زیر مجموعه n x و r هستش که اپسیلون چه چی؟ یک دوم مین d t و x خب و r منهای d t و x ببین؟ شما این اختیار کنید این رو این رو بشه d t و x این چقدره؟ کل آر منهای دی و تیکس که میشه اینو که این بارا نوشتم آره منهای دی تیکس درسته؟ از این دلیش کوچیکتره دیگه هر دوم چیز تو مینیموم بگید یک دوم بذار پشتش این همسایگی رو بذار این همسایگی کاملا داخل همسایگی قرار میگیره قبلا خاطر بازدیدن الکترونی گفته بودیم پس این چیزی این نتیجه میگیرم چی؟ نتیجه میگیریم N T و اپسیلون زیر مجموعه چی بوده؟ F بوده از این هم راستی میگیم وقتی یه نقطه یه همسایگی هولش باشه که با کل همسایگی تو F باشه یه T نقطه درونیه یه T متعلق است به F درون چی ثابت کردم؟ هر T که توی همسایگی باشه اون T تو F درونه نتیجه کل NX و R زیر مجموعی F درونه اولی و آخری چک کنید یک T متعلق به F درون گرفتم یه همسایگی پیدا کردم که توی F درونه یعنی هر نقطه افترون یه مجموعه باز دورش هست که داخلشه یه همسایگی هست که داخل افشه پس افترون باز است. یه بار دیگه تکرار میکنم مجموعه های زیر مجموعه باز چیا بودن؟ اون مجموعه رو بگفتیم زیر مجموعه باز که هر نقطه اش یه همسایگی دو طورش باشه که اون همسایگی کاملا داخلش باشه اون مجموعه باشه پس افترون شد چی؟ باز. حالا چرا بزرگترینه؟ قسمت بعدی فرض کنیم او زیر مجموعه F و باز باشد ببین حکمون چی بود؟ حکمونه که بزرگترین زیر مجموعه باز داخل F اینه پس من خود به خود یه زیر مجموعه بازی تو F میگیرم اگر F درون بخواد بزرگترین باشه او باید زیر مجموعه F درون باشه نشان میدهیم او زیر مجموعه F درون است. خب شکایت بکنم باز مثل همیشه x متعلق به او میگیرم او بازه نتیجه وجود دارد یک آر مثبت همسایگی مرکز x و شایه هر زیر مجموع آره دوستان لطف کنید فقط منطقی فکر کنید و به تعریفات توجه کنید به خارج از این مباحث فکر نکنید چون حتما ذهنتون رو به در واقع اشتباه میکشونه x متعلق به او میگیرم او بازه باز بودن میگه یه همسایگی هست که کلن داخل اوه او چی بوده؟ او تو اف او هم داخل چی بوده؟ اف بوده نتیجه همسایگی x و r تو اف وقتی در یک فضایی یه مجموعی یه نقطه داشته باشیم که همسایگی باشه و همسایگی کلن تو مجموعه باشه نقطه چیه درونه پس x متعلق است به f درون طبق تعریف f درونه چیکار کردیم؟ x متعلق به او گرفتم x متعلق به f درون شد نتیجه او زیر مجموعی افتران نه قسمت دوم پس یاد گرفتم که زیر مجموعه های بسته بستار زیر مجموعه بسته است کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل اف یک دو در واقع اسمش چیه؟ درون زیر مجموعه بازه و بزرگترین زیر مجموعه بازه داخل یک مجموعه اینو بعد ما رو کمک خواهد کرد حالا سوال آقا شما برای هر مجموعه دو تا واژه جدید معرفی کردید مفهوم جدید معرفی کردید درون اون مجموعه بستار اون مجموعه ببین x و t رو گرفتیم فضای متریک فضای
متریک درسته و شما آر زیر مجموعه ایکس اختیار کرد. یه بار آدرون تعریف میکنید، یه بار آبستار. آدرون بزرگترین زیر مجموعه داخل آ، بزرگترین زیر مجموعه داخل آ، و آبست کوچکترین زیر مجموعه، بزرگترین زیر مجموعه باز بخشید، بزرگترین زیر مجموعه بسته داخل بخشید شامل آ، شامل آ. خب حالا خود مجموعه رو باز بگیریم چه اتفاق میفته؟ یه نتیجه خواهیم داشت. نتیجه آ باز است اگر و فقط اگر آ مساوی آ درون شود. یک دو، آ بسته است اگر و فقط اگر آ مساوی آ باز شود. راحت میشه ثابت کرد، به وضوح میشه مسئله ثابت کرد که اگر آ در واقع باز باشه، آ زیر مساوی آ درونه. یه آدمی که همیشه زیر مجموعه آ هست، خب چون آ بازه، یه نقطه طلاق با بگی همسایگی هاش هست که داخل آ قرار میگیره، پس اون نقطه نقطه درونی، پس آ زیر مجموعه آ درونه میشه مساوی. اف بسته است اگر به تنها اگر این باشه. ببینید اولا که آ زیر مجموعه آ بسته بود، چه آ بسته بود؟ آ اجتماعش تو آ پریم. خب پس آ زیر آ بستار هست. میخوام بگم آ بستار زیر آه، درسته؟ آ میگه نه بسته نیست، درسته. شامل آ هم چیه؟ هست. چی بود؟ گفتیم آ بستار کوچکترین زیر مجموعه شامل و مجموعه آ بستار زیر آ میشه، از اینا با هم مساوی میشه. پس این حکمی که میتونیم به دست بیاریم. نتیجه بعدی که میشه اختیارم چی ثابت کرد؟ به عنوان تمرین میشه گفت اگر آ زیر مجموعه از فضای متریک x باشد، اگر آ زیر مجموعه از فضای متریک x باشد، میشه رو آ و مثلا اینجور بگم آ و بی دوتا. اگر آ و بی زیر مجموعه های از فضای متریک x باشد چی خواهیم داشت؟ یک، اگر آ زیر بی باشه آنگاه آ درون زیر بی هم. دو، باز اگر آ زیر بی باشه آنگاه آ پریم زیر بی پریمه. هر نقطه حدیه آ نقطه حدیه بی هم هست. سه، اگر آ زیر بی باشن آ بسته در نقطه زیر مجموعه چی هستش؟ بی بسته. نمیشه به راحتی ثابت کرد، فقط تعریف رو در مورد شما چک کنید، قطعا به نتایج خوبی میرسید. اما جلسه گذشته یک نوع تمرین ها و نکات بودن که راجع به نقطه حدی و نقاط درون میشه راجع بهش بهتر فضا رو یاد گرفت. اما قضیه که بخواستیم جلسه گذشته برای شما ثابت کنیم، قضیه چی بود؟ فرض کنیم x و d چی باشن؟ فضای متریک باشه و آ زیر مجموعه ایکس باشن. خب نقطه آ زیر مجموعه فرض کنید این فضای متری آ زیر ایکس و پی متعلق به ایکس باشن. در این صورت سه گزاره زیر معادلند. یعنی چی؟ یک نتیجه میده دو، دو نتیجه میده سه، رو سه نتیجه میده یک، اونها هر کدوم دیگری و دیگری به یکی نتیجه میده. خب یک پی نقطه حدی است، پی نقطه انباشتگی یا همون حدی است. دو، هر همسایگی پی، هر همسایگی پی آرا در بی نهایت نقطه قطع می کند. و سه، دنباله‌ای مانند آن در آ هست که اولا عناصر دنباله آن ها همه مخالف پی هست.
درسته؟ دنبالی از نقاط A مخالف P وجود دارن که لیمیت آن N به سمت بی نهایت می شود P. قضیه نکته جالبیه، انباشتی رو به چی درد میده؟ به حد یک دنباله، اون پی که نقطه انباشتی از اینجاست که به این نقطه حدی هم میگن. این اولین نتیجه که من اینجا میگیرم، چه اسم نقطه انباشتی رو حدی هم میگن؟ چون نقطه انباشتی حد دنباله از عناصر آ هستن که عناصر دنباله دنبال تابع ثابت آ پی نیست. به توجه کنید. پس بنابراین این نقطه به نقطه دوباره به شما داره میگه که چه اتفاقی برای نقاط انباشتگی میفته. نقاط انباشتگی هر همسایگی هولش بزنید آ رو در بی نهایت نقطه قطع میکنه. تو تعریف بود در آ رو در نقطه بجز مرکز قطع میکنه و میشه بیشتر نتیجه‌گیری کرد که در نقاط بیشتری هم در واقع موضوع رو قطع میکنه. اما اثبات در واقع قضیه، من فرض کنم که نقطه انباشتگی این رو ثابت کنیم، پس یک به دو رو با هم ثابت کنیم، پس پی نقطه حدیه. فرض کنیم آر مثبت داده شده است، آر مثبت داده شده خب، و همسایگی n x و آر محفوظ باشد. هدف چیه؟ حکم چیه؟ حکم اینه میخواییم بگیم n x و آر نبته بخواهیم بگیم N X و A اشتراکش با A تعداد اعضاش بی نهایت است. هر همسایگی به مرکز X و شاع A رو در بی نهایت نقطه قطع میکنه. این تعداد اعضا چیه؟ اعضای در واقع تعداد اعضای اشتراک N X و R و A است. خب ما برای متناهی بود نامتناهی بودن یه شرط دو ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه میتونه که در واقع تعدادش یا متناهی باشند یا نامتناهی، چیزی به نوبه نداره. پس من اگر بخوام عکس نقیزه ایدم برهان خود استفاده میکنم، تو برهان خود فرض میکنم یه همسایگی باشد اشتراکش با آ شده متناهی، ثابت میکنم این نقطه حدی نیست، پس برهان خود بریم. برهان خود چجور؟ فرض N X و R اشتراکش با F شده از چی؟ شده از N تا M تا متناهی. متناهی یعنی چی؟ یعنی N X و R اشتراکش با N شده مثلا T1 T2 تا TM. یه همسایگی که پیدا کردم از X اشتراکش با F شده N تا نقطه. ببین خیلی راحت، این مجموعی در واقع F هستش که شما داری باش کار میکنی. این نقطه X یه همسایگی هول زدی توی یه همسایگی اشتراکش با F، البته نباید داره توش بذارم اینو، بعد اینجا بکشیم. اینجا مثلا x این همسایگی مرکز r، x n x r اینه n x r اشتراکش با f متناهی است، t1 t2 t3 t4 الاخر تا آخر tm. کاری که ما انجام میدیم میگیم چون متناهی است، من میام چیکار میکنم؟ فاصله x رو تک تک اینا حساب میکنم. پس فاصله x رو از t1 اختیار میکنم، فاصله x رو از t2 اختیار میکنن، فاصله x رو از tm. چند تا نقطه داشتیم؟ tm تا دیگه. این رو وصل میکنم به اینا، حالا منظورم که فاصله هاشون اختیار میکنم، از اینها مینیموم میگیرم، یک دوم میذارم پشتش، میگم به چی؟ اپسیلون. پس این x رو با تمام این نقاط اشتراک فاصله شو اختیار میکنم، چون تعداد متناهی عدد مثبت مینیمومش حتما مثبته، این عدد مثبتیه. اپسیلون به وضوح اپسیلون مثبت و این نکته مهمه، همسایگی به مرکز x و شعاع اپسیلون اینجا میشه، اینجا
این همسایگی دیگه اف رو قطع نمی کنه. چرا؟ چون بزرگتر این همسایگی نیکس آر اف رو در تیه 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 خط می کرد، میانو خارج کردم، همسایگی دیگه اف رو قطع نخواهد کرد، اشتراکش با اف مسایب رو توجیه می شه. این با نقطه انباشتگی بودن اپسیلون در تناقض است. پس xn x و r اشتراکش با f نمیتواند متناهی باشد. پس باید متناهی باشد، یعنی میشه مساوی با این یک دو. اما دو به سه چطور از دو به سه برسیم؟ دو چی بود؟ دو هر همسایگی از P ها رو در این نقطه قطع میکنه. حالا میخوام دنبالی مانند آن بسازم که در واقع به P هم میرسه. خب اینجا دیگه باید که بسازیم فضا رو چکار کنیم؟ ما فقط اینو داریم دو رو میام از P به مرکز P و شعاع در واقع یکی همسایگی بزنیم. اول بس یک مرحله اول همسایگی مرکز X به مرکز P باشیم. همسایگی مرکز P بودا چه ایس گذاشتیم ما؟ پس تو همسایگی دیم این میخواییم بگیم. اما از این بطر من داشته باید X گذاشتم باید P میذاشتم باید تصدیق کنید رابطه رو. این Pه این همه P هستن باید بالاخره این میخواییم. خب L, P و R اشتراکش با F گوش بینیم. اول P, R رو میذارم یک، همسایگی به مرکز P و شعاع یک F رو قطع میکنه، R رو قطع میکنه. در چند نقطه اشتراکش با A میشه بینام. خب یکی شعر اختیار کن چون مخالفت برای اصل انتخاب بینا هم تو همسایگی اشتراک داره. پس x یک متعلق بین P و یک اشتراکش با A اختیار میکنید، یا اصطلاحا دیگه تو ریاضی مرمون ریاضی خوندید انتخاب میکنید. چون مخالف تویی اشتراکش یعنی تدازش بینو اتاسا یکش انتخاب تو x یک محله اول. محله دوم حالا شما چکار کردید؟ یه همسایگی دارید به مرکز P شعاع چند؟ یک. یه نقطه اختیار که دارم x یک اینجا. خب بیاید فاصله x یک و P رو اختیار کنیم به مرکز P و نصف فاصلهش همسایگی بذاریم. خب این دفعه n P و d P و x نصفش همسایگی میذاریم. بعد اشتراکش با هم چی چی؟ چی بی نهایت؟ چرا بی نهایت؟ اینجا گفته بود در دو هر همسایگی به مرکز P حالا در بین از نقطه قطع میکنه. خب دوباره x2 رو در n p و d p و x یک اشتراکش با a اختیار میکنه. دوباره بینت عوض داره یک شرطه رو داریم جمع x2. این دفعه x2 میاد اینجا به مرکز p و نصف شعاع دی پی و ایکس دو چکار میکنیم؟ دوباره همسایگی بذاریم. دوباره چی میشه؟ ایکس وجود داره. به همین فرمت اگه به استقرا حرکت کنیم به استقرا دوتی داشته باشید که ایکس یک مخالف پی، ایکس دو هم مخالف، حتی ایکس یک و ایکس دو هم مخالفه. هر ستا با هم دیگه مخالف هم جوری که انتخاب داره. خب در ادامه چی بجوری عمل کنیم؟ اینجا اول میکنیم که به استقرا دنباله xn به صورت زیر تولید میشه که x1ش که مشخص بود از اونجا اختیار شد. xn به اضافه یک در به صورت
نقطه xn به اضافه 1 را xn به اضافه 1 را نقطه در n p و e xn و p دوم اشتراکش با ها انتخاب میکنه. الگوریتم نگاه کن، x1 تولید شد، x1 رو داریم، xn به اضافه یک تولید میکنیم، x2 میشه همسایگی به مرکز dx و pش تقسیم بر 2 اشتراکش با x2 رو دارید، یه همسایگی نصفش میده، xn انتخاب میکنیم، x3 انتخاب شد، x4 به همین صورت دنبال x3 تولید میشه، دنبال تولید شده. حالا ویژگی های دنباله، ویژگی های دنباله xn، 1 به ازای هر n xn و m n xn مخالف p، همه عناصر دنباله از p حتی 2 به 2 هم متفاوتن. 1 2 لیمیت xn n به سمت بی نهایت مساوی با پی. چرا؟ چرا اینجوریه؟ برای اثباتی که ثابت کنیم، در واقع برای که ثابت کنیم در واقع حد ایکس میشه پی، باید ثابت کنم به ازای هر اپسیلون مثبت وجود دارد. 1 این وقتی اینها بزرگ در این میشن دیه xn و p کوچکتر از اپسیلون. درسته دیگه؟ بعد اینو ثابت کنیم. خب من بعد نشون بدم که دیه xn و p کوچکتر از اپسیلونه. خب پس دیه xn و p چه شرطی داره؟ تا بهتر ببینیمش، دیه xn و p کوچیکتر از دست دیه xn منهای 1 و p دو ممکنه هست. xn چه رو ساخته شد؟ بیا کنید، یعنی در اینجا فاصله نصف این کوچیکتره به نصف، این هم کوچیکتر از دست دیه xn منهای 2 p تقسیم بر 2 به توان 2. اگر هم که ادامهش بدم میشه کوچیکتر مساویه دیه x1 و p تقسیم بر 2 به توان n. خب x1 و p، خب بچه دیه x1 و p چی بود؟ کوچکتر از 1 بود دیگه، دیه p و x1 چی انتخاب کرد؟ در همسایگی مرکز اینجا بود، x1 متعلق بود به n p و 1 اشتراکش با، یعنی فاصله x1 از p از 1 کوچکتر بود، نه کوچکتر از 1 بر 2 به توان. خب بنابر خاصیت خاصیت بنویسیم، چون حد 1/2 به توان n به سمت بینهایت می شود 0، پس وجود دارد یک n که n مساوی به n میشه 1/2 به توان n کوچکتر از اپسیلون. خب در این حالت، دیه xn و p کوچکتر از اپسیلون میشه، پس لیمیت xn n به سمت بینهایت می شود p. اینم رابطه بعدی که دادش توسیم به دست بیدیم، هم توسیم دوباره را تولید کنیم، هم بگیم دوباره چه ویژگی هایی دارد، و هم توسیم بگیم که همگرا به p. اما قسمت آخرش رابطه 3:1 برگردیم به اول. یعنی چی؟ یعنی اگر یه دوباره داشته باشم مانند آئل، حالا چون من xn درست که اسم گذاشتم، مانند xn که چی بشه؟ که این xn عناصر a باشن با p 1:1 مخالف باشن، حدشان بشود p نقطه حدیه، پس چی داریم؟ فرض دنباله xn از a یا xn، دنباله xn از a که xn ها مخالف p هن وجود دارد، که
لیمیت اکستند ان به سمت بی نهایت شده است. چی میخوام ثابت کنم؟ حکم پی نقطه حدیه، نقطه انباشتگی. نقطه انباشتگی یعنی چی؟ نقطه انباشتگی طبق تعریفی که شما میدونید اینو باید ثابت کنم. بعد بگم باید نشان دهیم که واسه هر اپسیل مثبت وجود دارد. ببخشید 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 گویه به مرکز X همسایگی مرکز X EP و شعاع اپسیلون اشتراکش با A منهای X مخالف چنده؟ دوست دیگه هر هم مخالف P منهای P باید رو ثابت کنیم. هر همسایگی به مرکز در واقع P اشتراکش با A منهای P یعنی هر همسایگی مرکز شعاع اپسیلون ها رو در نقطه به جز پی قطع میکنه. خب آقا فرض کنید اپسیلون داده شده، اپسیلون مثبت داده شده، برام چون لیمیت ایکس ان ان به سمت بی نهایت شده از پی، نتیجتا وجود دارد یک ایکس انی که دی ایکس ان و پی بیشتر از چند اپسیلون. آقا یه دوباره تو آ داشتیم که حدش میشد پی، تعریف حد میشه چی؟ بعد از این مرحله همه ایکس ان ها میزن تو همسایگی به مرکز پی شعاع اپسیلون، پس یه دونه حتما وجود داره اینجا دیگه. خب و ایکس ان متعلق به آ و ایکس ان هم مخالف پی در کجا میاریم؟ چون این دوباره تو آ داشتیم مخالف پی همگرای پی. خب چی شد؟ پس ایکس ان متعلق میشه به همسایگی مرکز پی شعاع اپسیلون دیگه، ایکس ان هم متعلق به آست، ایکس ان هم مخالف با پیه. نتیجه میگیریم که ان پی و اپسیلون اشتراکش با منهای پی مخالف توریه، پس پی نقطه حدی است. این هم قضیه که جلسه فرق راجع به صحبت کنیم. موفق باشید.